سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید امروز میخوایم با هم دیگه یه مثال از دوران محورهای مختصات حل بکنیم تا مفهومش برامون بهتر جا بیفته خب مثالی که میخوایم حل بکنیم این هستش فرض کنید که معادله یک مقطع مخلوطی به ما داده شده که این معادله که اینجا هستش x2 منهای 2 رادیکال 3 xy به علاوه 3 y2 منهای 16 رادیکال 3 x منهای 16 y مساوی با 0 و از ما خواسته شده که اولا ما نوع این مقطع مخروطی رو تعیین بکنیم نوع مقطع مخروطی چی هستش یعنی دایره است بیزی حزلولی یا سهمی هستش و ثانیا از ما خواستن که رسمش بکنیم پس دو چیز از ما خواسته شده مقطع مخروطی رو تعیین بکنیم تشخیص بدیم که چی هستش و رسمش بکنیم خب دقت بکنید که توی ویدئوی قبلی که در مورد دوران محور مختصات صحبت می‌کردیم گفتیم که این فرم معادله در حالت کلی یه مقطع مخروطی دوران یافته رو مشخص میکنه. که در حالت کلی معادله ما چی بود حالت ax2 منهای خب پس بیاید اینجا ببینیم اینجا آی ما یک هستش چون داریم یک x 2 منهای به علاوه B X پس b ما منفی دو رادیکال سه هستش به علاوه سی وای دو پس c ما سه هستش به علاوه x پس d ما 16 منفی 16 رادیکال 3 هستش به علاوه ای وای پس ای ما منفی 16 هستش به علاوه اف مساوی با صفر پس f مون هم اینجا صفر هستش چون اون جمله ثابت رو نداره معادلم خب پس A و B و C و D و E و F رو ما تونستیم با نگاه کردن به معادلمون تعیین بکنیم بعد اگر یادتون باشه قضیه دو به ما میگفت چی؟ میگفتش که اگر که B مخالف صفر باشد توی این معادلمون در حالت کلی اگر B مخالف صفر باشد مختن مخروطی دوران یافته است درسته دوران یافته استش و مقدار اون دوران رو چطور میتونستیم به دست بیاریم زاویه دورانمون یه زاویه تتا بود که از این رابطه به دست میاد اگر خاطرتون باشه بود یک دومه آرکتانجانت چی یادتون هست بی روی آیمنهای سی درسته بی رو آیمنهای سی که اگر ما بیایم آبی و سی و که از این بالا تعیین کردیم جایگذاری بکنیم میتونیم زاویه دوران رو به دست بیاریم پس زاویه دوران مقطع مخروطی ما هست چی یک دومه ز میخوام آرک تانجانت آرک تانجانته. خب بی چی هستش بی هست منفی دو رادیکال سه منفیه دو رادیکال سه روی آیمن های سی چی هستش؟ آ هست یک سی هست سه پس آیمن های سی میشه یک من های سه یعنی منفی دو پس داویه تتای ما مساوی میشود با یک دومه آرکتانجانت منفی دو که با منفی دو ساده میشه پس داریم آرکتانجانت رادیکال سه خب آرکتانجانت رادیکال سه چه هستش؟ یعنی تانجانت چه زاویه رادیکال سه؟ درسته زاویه شست درجه یا پی سه وم پس داریم یک دومه پی سه وم پی سه وم که مساوی میشود با چی؟ پی شیشم یا پی شیشم چند درجه است؟ سی درجه است پس زاویه دوران ما پیشیشم یا سی درجه است خب پس ما اولین کاری که برای حل مسئلهمون کردیم یعنی مرحله اولمون چی بود زاویه دوران رو زاویه دوران رو تعیین کردیم درسته را تعیین کردیم از این همیشه اولین مرحله است یادتون باشه باید زاویه دوران رو تعیین بکنیم مثلا ببینیم این مقطع مخروطی دوران یافته هست یا نیست اگر دوران یافته زاویه دوران چقدره که از این رابطه تتاموس های یک دوم آرکتانجانت بی رو سی میشه زاویه دوران رو پیدا کرد که ما دیدیم اینجا سی درجه هستش خب پس اگر سی درجه هستش یعنی چی یعنی اگر ما بخوایم این مقطع مخروطیمون رو رسم بکنیم یه دستگاه مختصات اولی اگر داشتیم به این شکل این دستگاه مختصات اولی همون بوده فرض کنید که مثلا این محور x ها بوده و این محور وای ها یک دستگاه مختصات دوران یافته داریم که من با رنگ بنفش براتون میکشم که سی درجه چرخیده نسبت به دستگاه اصلیمون مثل یک همچین صورتی داره این دستگاه دوران یافتمون البته مبداشون یکیه من یه یک خورده بد کشیدم محور وای بذارید دوباره بکشم محور وای ها رو که درست در بیاد درست تر در بیاد اگر بتونم خب این بهتره خب مثل که یه خورده بهتره خب این دستگاه دوران یافتمون که ایکس پریم و وای پریم هستش پس ما پیدا کردیم که سی درجه سی درجه یا اندازه پیشی ترخیده نسبت به دستگاه اصلیمون و اگر ما بیایم توی این دستگاه x پریم y پریم معادله اصلیمون رو بازنویسی بکنیم این جمله x y دارمون یا x پریم y پریم دارمون دیگه حذف میشه و به فرم استاندارد در میاد مقطع مخروطیمون و چون ما فرم استاندارد مقاطع مخروطی رو میشناسیم خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که مقطع مخروطیمون چی هستش خب بیایید بازنویسی بکنیم معادلهمون رو توی دستگاه دوران یافته پس مرحله دو چی هستش دو رو کجا براتون بنویسم این زیل جا ندارم میام اینجا می نویسم. دو بازنویسی بازنویسیه معادله در دستگاه دوران یافته خب برای اینکه بتونیم بازنویسی بکنیم نیاز به چی داریم خب ما معادله رو بر حسب x و y داریم اما میخوایم بر حسب x پریم و y پریم بنویسیمش پس باید x و y رو بر حسب x پریم و y پریم به دست بیاریم اگر خاطرتون باشه این کار رو توی جلسه قبلی انجام دادیم گفتیم در حالت کلی اگر به اندازه تتا یک, مخت... یک دستگاه مختصاتی دوران پیدا بکنه x و y به x پریم و y چه جوری مربوط میشن خواهیم داشت x مساوی هستش با یادتون میاد یکی دو ثانیه فکر بکنید ببینید یادتون... تو میان درسته x مساوی میشد با کوسینوس تتا در x پرین منهای سینوس تتا در وای پرین پس این x رو بر حسب x پرین وای پرین به ما میده که حالا تتا ما چون هست پیشیشون یا سی درجه کوسینوس سی درجه میشه چقدر میشود رادیکال سه دوم پس x می شود رادیکال سه دوم x پریم من سینوس سی درجه میشه چقدر درسته میشه یک دوم پس میشه رادیکال سه دوم x پریم من یک دوم وای پریم خب وای چجوری مربوط میشه به x پریم و وای پریم یادتون هست درسته وای می شود. سینوس تتا در x پریم به علاوه سینوس تتا در y پریم آفرین خب که مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با, شس... با سینوس تتا که گفتیم هست یک دوم پس یک دوم x پریم به علاوه اوز میخوام این یکی کوسینوس تتاست من جفتش رو نوشتم سینوس فار خب حواسم پرده خب کوسینوس تتا در وای پریم میشه چی؟ میشه رادیکال سه وم وای پریم آفه خب حالا بازنویسی گفتیم پس باید بازنویسی بکنیم معادله رو در دستگاه دوران یافته برای بازنویسیش x و y رو بر حسب x پریم و y پریم به دست آوردیم حالا باید جایگذاری بکنیم توی معادله اصلی یعنی چی یعنی میایم به جای هر جا x داریم به جاش میذاریم چی میذاریم رادیکال 3 دومه x پریم من های یک دوم وای پریم مثلا جمله اول اون میشه رادیکال سه دوم ایکس پریم من های یک دوم وای پریم به توان من های جمله دوم هست چی دو رادیکال سه در x در وای به جای ایکس بذاریم رادیکال سه دومه ایکس پریم من های یک دوم وای پریم درسته میدونم اینجا خور خسته کننده است ولی همیشه نتیجه جالبی حاصل میشه بهتون قول میدم به جای وای میذاریم چی یک دوم ایکس پریم به علاوه رادیکال سه دوم وای پریم پس وای هم به حصف ایکس پریم وای پریم میزنیم جمله سوممون چی هستش؟ هست سه وای دو پس خواهیم داشت به علاوه سه در به جای وای گفتیم میذاریم چی؟ میذاریم یک دوم ایکس پریم به علاوه رادیکال سه دوم وای پریم خب اینم به توان دو جمله چهارم منهای ده رادیکال سه در x که x هست چی؟ رادیکال سه دومه دو ایکس پریم منهای های یک دومه دو وای پریم آفرین و نهایتا جمله آخر منهای های 16 وای که میشه منهای های 16 در به جای وای میذاریم یک دومه دو x پریم به علاوه رادیکال سه دومه دو وای پریم آفرین خب پس معادله ما هست این مساوی با صفر درسته الان ما معادلمون رو بر اصل x پریم و y پریم نوشتیم ولی اون قیافه ای که دلمون میخواد هنوز نداره چون که سادش نکردیم هنوز بعد چیکار بکنیم بعد تمام این جملات توان دو رو بازشون بکنیم بسشون بدیم و بنویسیمشون و همچنین اینجا که جمله x در y داریم که بجاش این دوتا رو گذاشتیم بعد اینا رو در هم ضرب بکنیم تک تک جملاتش رو بنویسیم بعد ببینیم چیا با هم دیگه ساده میشه از چیا میشه فاکتور گرفت مثلا فرض کنید تمام جملاتی که x پریم دو دارن رو با هم یکی میکنیم تمام جملاتی که y پریم دو دارن رو با هم یکی میکنیم و به همین ترتیب نهایتا معادله ما ساده میشه خب برای اینکه وقتتون رو خیلی نگیرم من این بخش رو به خودتون واگذار میکنم احتمالا خیلی آتون خوشتون نمیاد ولی خواهش میکنم ازتون که این کار رو یه بار برای خودتون انجام بدید تا ببینید که چطور این ساده سازی ها رو بعد انجام دادید بعد از اینکه این, این ساده سازی رو انجام دادید معادله به یه فرم خیلی خیلی ساده ای در میاد توی مثالی که مثلا ما داریم حل میکنیم نهایتا بعد از ساده سازی به دست میارید چی؟ پس من اینجا یه فلش میزنم بعد از بعد از ساده سازی به دست میاریم چی؟ به دست میاریم منفی سی و دو ایکس پریم به علاوه چهار وای پریم دو مساوی با صفر همه مگه میشه اینو ساده کنید تبدیل بشه به یه چیزی به این سادگی بله میشه من بهتون قول میدم اگه تک تک این جملات رو بس بدید ببینید که تعداد زیادشون با هم دیگه ساده میشن و نهایتا یه همچین فرم ساده ای به دست میاریم و همونطور که قضیه دو به ما میگفت دیگه جمله x پریم y پریم نداره این معادله درسته چون کل این داستان به خاطر این بود که ما از این جمله x -Prim, y -Prim یا جمله XY خوشمون نمی اومد نمیتونستیم وقتی اون جمله رو داریم همینطوری تشخیص بریم که مقطع مخروطیمون چیه می اومدیم دستگاه مختصات دوران یافته پیدا می کردیم توی اون می نوشتیم معادلمون رو تا از این جمله خلاص بشیم همونطوری که اینجا می بینید اینجا دیگه این جمله رو نداریم ما خب حالا میتونید به من بگید این چه مقطع مخروطی هستش فکر میکنم هم دیگه میتونید این مقطع مخروطی رو راحت تشخیص بدید. دقت کنید که میتونیم اینو به این فرم بنویسیم. اگر x رو بیاریم به سمت راست و دو طرف رو به چهار تقسیم کنیم به دست میاریم چی؟ به دست میاریم وای پریم دو مساوی با 8x. درسته؟ این چه جور مقطع مخروطی هستش؟ درسته یک سهمیه یادتون هست که سهمی رو ما به چه فرمی می یک، یکی از فرم های سهمی که سهمی افقی بود وای دو مساوی با چهار x بود فرمولش درسته؟ ما هم اینجا داریم وای پریم دو مساوی با هشت x پریم ببخشید پریم x را من یادم رفت بذاریم پس این در حقیقت یک سهمی هستش چه مدل سهمی؟ سهمی افقی هستش که آ براش مساوی با دوه درسته؟ البته دقت کنید که سهمی افقی توی چه دستگاه مختصاتی توی دستگاه مختصات x پریم y پریم نه دستگاه مختصات x و y توی دستگاه مختصات x و y اگر نگاش بکنیم یک سهمی دوران یافته است خب ما چجوری جوری میتونیم سهمی رو رسم بکنیم رسمش خیلی آسونه داریم y پریم دو مساوی 8x پس یک همچین شکلی تقریبا خواهد داشت سهمیمون یه سهمیه افقیه که به سمت مثبت محور ایکس پریم باز میشه توی دستگاه ایکس پریم وای پریم یه سهمیه افقیه توی دستگاه ایکس و وای چی هستش یک سهمیه دبرانی یافته هستش خب با حال این مثال دیدید که چجوری میشه یک همچین معادله پیچیده ای رو تو دو مرحله کاملا سادش کرد و تشخیص داد که چه مقطع مخروطیه و بعد هم رسمش کرد مرحله اول چی بود زاویه دوران رو تعیین کردیم بعد از اینکه زاویه دوران رو تعیین کردیم بازنویسی می کردیم معادله رو در دستگاه دوران یافته شاید یه مرحله سومی هم بخوایم اینجا در نظر بگیریم ولی واقعا اون مرحله داخل مرحله دو است مرحله سوم ساده کردن معادله ساده کردن معادله درسته پس بعد از اینکه بازنویسی کردیم یعنی به جای x گذاشتیم کسینوس تتا x پریم منهای سینوس تتا y پریم و به جای y گذاشتیم سینوس تتا x پریم به علاوه کسینوس تتا y پریم می میای معادله رو ساده می کنیم و نهایتاً به یک همچین فرم ساده ای در میاد. نه همیشه این فرم توی مثال ما به این فرم ساده در آمد. و اون وقت سریع تشخیص دادیم که این یک سهمی افقی توی دستگاه x پریم y هستش و تونستیم این ضریب آش هم خیلی سریع تعیین بکنیم و رسمش بکنیم خب تا جلسه بعدی خداحافظ